چند راهکار ساده برای پرپشت کردن موها. موهای ما مانند هر عضو دیگری از بدنمان نیاز به مراقبت و توجه ویژه‌ای دارند. کم پشتی و آسیب دیدگی موها می تواند نکات زیادی درباره سلامت ما آشکار کند. از ابتلا به مشکلات جسمانی و بیماری‌های مختلف گرفته تا نامناسب بودن عادت‌های غذایی. اما راه‌هایی هم برای پرپشت کردن موها و از آن مهمتر کمک به حفظ سلامت و زیبایی موها وجود دارد که در ادامه به تعدادی از این راهکارها خواهیم پرداخت. شماره 1. با تخم مرغ و ماست شکیده ماسک مو درست کنید. تخم مرغ سرشار از پروتئین، بیوتین و ویتامین B12 است که همگی برای تقویت موهای کم پشت و چربی ضروری هستند. شاید در نگاه اول ایده شستن موها با تخم مرغ ناخوشایند به نظر برسد، اما تأثیر ترکیبات آن حتی بعد از بار اول شما را شگفت زده خواهد کرد. مقداری تخم مرغ را با ماست شکیده مخلوط کنید. این ترکیب را حدود 1 ساعت روی موهای خود بگذارید. بعد از آن موهای خود را بشویید و با یک حوله میکروفایبر خشک کنید. شماره 2. قبل از حمام کف سر خود را با یک روغن سبک ماساژ دهید. تحقیقات نشان داده ماساژ کف سر با افزایش گردش خون می تواند به رشد و پرپشت شدن موها کمک کند. قبل از شستن موهایتان کف سر خود را به آرامی و با حرکات مدور ماساژ دهید. از یک روغن مراقبت مو یا چند قطره روغن نارگیل استفاده کنید که برای موهای وز و آسیب دیده مفید هستند. بریم سراغ مورد شماره 3. میوه ها و سبزیجات و پروتئین بیشتری مصرف کنید. نازکی موها نه تنها روی حجم موها تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث شکستگی آنها هم می‌شود. بدون شک برای داشتن موهای سالم و محکم باید میوه‌ها و سبزیجات را در رژیم غذایی خود بگنجانید. موهای ما به آهن، بیوتین و ویتامین نیاز دارند تا بتواند رشد سالمی داشته باشند. بسیاری از سبزیجات از جمله اسفناج و لوبیا مملو از آهن هستند و البته میوه‌ها از منابع بسیار خوب ویتامین به شمار می‌روند. علاوه بر این موز، بادام زمینی و گل کلم حاوی ماده بیوتین هستند. پروتئین برای داشتن موهای ضخیم ضروری است. تمامی غلات و همینطور دانه های سویا منبع پروتئین هستند. مورد 4. برای انجام معاینه به پزشک مراجعه کنید. گرچه چندان رایج نیست، اما این احتمال وجود دارد که علت اصلی کم پشتی و ریزش موهای شما یک مشکل پزشکی باشد. عمده دلایل پزشکی این مسئله نقص عملکرد تیروئید، کمبود ویتامین یا آهن، کمخونی و مشکلات هورمونی است. مشکلی هم به نام ریزش مویی آندروژنیک وجود دارد که ژنتیکی است و می تواند در دهه 20 زندگی یا بعد از یائسگی بروز پیدا کند. بنابراین مراجعه به پزشک همیشه می تواند کارساز باشد. مورد 5. کمتر از دستگاه‌های فر مویی حرارتی استفاده کنید و به جای آن از بیگودی استفاده کنید. موهای ما میانه ای با حرارت ندارند، چون می توانند باعث شکنندگی شدید آنها شود. بعد از شستن موها آنها را با یک حوله به آرامی خشک کنید و سپس از یک سشوار با حرارت کم استفاده کنید. به جای استفاده از دستگاه های فر موی حرارتی، موهای خود را با بیگودی های معمولی بپیچید. موها را چند دسته کنید و هر دسته را با یک بیگودی بپیچید. 20 دقیقه تا نیم ساعت صبر کنید و سپس بیگودی ها را باز کنید. برای ماندگاری فرها می توانید قبل از پیچیدن بیگودی ها مقداری اسپری مو به موهای خود بزنید. خیلی ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب و روزتون خوش.